بینندگان گرامی، جوانان و دانشجویان عزیز، سلام بر شما. برنامه دیگری رو از خروش خرداد آغاز میکنیم و امیدواریم بتونیم بخش دیگه از سوالها و نظرات شما رو بررسی کنیم. در برنامه های قبلی بحثایی درباره مرحله سرنگونی رژیم داشتیم و این موضوع رو بحث کردیم که جنبه های اساسی این وضعیت چیه؟ این بحث ها در آخرین برنامه به توضیح آمادگی اجتماعی برای دگرگونی در جامعه ایران رسید. قبل از شروع بحث امروز اجازه بدید مجدداً ایمیل و شماره تلفن برنامه رو خدمتتون اعلام کنم. ایمیل ما هست خروش@irantv.com، شماره تلفن 2044-20-32-90-19-23. امروز هم میخوایم در گفتگو با احسان امین و رایا همون بحث رو حول یک مثال مشخص ادامه بدیم که دوره 8 ساله پاسدار احمدی نژاده. از زاویه بحثی که داریم این دوره رو چطور باید تفسیر کنیم؟ میدونیم که این دوره شناخته میشه با ماجراجویی ها و هیاهوی رژیم در سطح بین المللی، از جمله بر سر انکار هولوکاست و همینطور با قیام های بزرگ 88 و 89 و با حذف یارانه ها و افزایش جدی اقدام های رژیم برای ساختن بمب اتمی. سلام بر شما و خوش آمدید. سلام بر شما، خیلی متشکرم. خب اجازه بدید سوال اول رو اینطور مطرح کنم که این دوره 8 ساله احمدی نژاد رو با بحثایی که طی این مدت داشتیم میخوام ببینم شما چطور این رو بررسی میکنید. بله، ببینید در سال 84 که خامنه ای احمدی نژاد رو به کرسی ریاست جمهوری رژیمش نشوند، این اقدام، این گزینش سمبل یک خط و یک استراتژی بود که میبایست در همه زمینه‌های سیاسی، بین المللی، اجتماعی، اقتصادی، در همه این زمینه‌ها رژیم رو در برابر تهدید سرنگونی محافظت بکنه. خب بعد از 8 سال میبینیم که این استراتژی کار نکرده و شکست خورده. این نتیجه کلیه، حالا من بیشتر توضیح میدم ولی اگه بخوام در یک جمله به نظرم همینه. خب شما میخواستم توضیح بدید سر این نتیجه گیری که میکنید. ببینید حرف من این هستش که در 8 سال گذشته رژیم ولایت فقیه بالاترین فرصت ها رو ازش برخوردار بوده، حتی در مقایسه با دوران حاکمیت خودش از 30 سال پیش به این ور، هم از نظر سیاسی، هم منطقه‌ای، هم از نظر اقتصادی، از نظر درآمد، درآمد نفت، همه اینها. در درون رژیم هم یک فرصت دیگه هم این هستش که در درون رژیم هم خامنه‌ای در مقایسه با تمام سالهای ولایت فقیهی خودش حاکمیت یک دستری رو ایجاد کرده بود نسبت به دوره‌ای که آخوند خاتمی بود، نسبت به دوره قبل‌ترش که آخوند رفسنجانی بود، چون که اون گزینه‌ای رو که مطلوب خودش بود از طریق به قول خودشون مهندسی انتخابات روی کار آورد. در اون موقع سپاه پاسداران، سران سپاه پاسداران با افتخار میگفتن که ما با طراحی‌های پیچیده و چند لایه این انتخابات رو انجام دادیم، که خب منظورشون بعدن روشن شد که چه کار کردن. احمدی نژاد گماشته خامنه ای بود و از لحاظ ایدئولوژیک بسیار بسیار نزدیک بود به ولی فقیه و این واقعیت رو در اون موقع خامنه ای بارها میگفت و بارها همین احمدی نژاد رو توی سر آخوندهای متحد خودش میداد و در مقابل نقددنهای اونها، در مقابل مخالفتهای اونها قویاً از احمدی نژاد دفاع میکرد. اما چه اتفاقی افتاد؟ این اتفاق افتاد که مطلوب ترین گزینه خامنه ای تبدیل شد به سر جریان انحرافی. کسی که مجری اصلی طرح‌های رژیم در داخل کشور بود، کسی که نوک ستون حملات خامنه ای به باندهای رقیب و مشخصاً به رفسنجانی بود، کسی که چهره بین‌المللی رژیم در همه این هیاهوهای بین‌المللی، همین این ماجراجویی‌هایی که شما در ابتدا اشاره کردین، در اینجاها بود. این همه اینها
دست آخر استحاله شد به انحراف. به هم این پروسه، این پروسه ساده ای نیست. از گماشته به سر جریان انحرافی تبدیل شدن، این اون چیزی است که من ازش اینطوری تعبیر میکنم که خب بیانگر یک بنبست جدی رژیم الاتفاقی هست. درسته. در حال در عالم سیاست کسی که رئیس جمهور میشه، در بالای حکومت به هر حال اختلافاتی ایجاد میشه بینشون، بله. چه بسا در بقیه کشورام هست. میخوام بدونم شما چرا در رژیم ولایت فقیه این رو ویژه و با اهمیت توضیح میدید سرش؟ ببینید، بله همینطوره. اون دوتا آخوندی هم که قبلا رئیس جمهور رژیم بودن، همون آخوند خاتمی و رفسنجانی، اینها اونها هم البته با خامنه اختلاف داشتن. این که میگین خب معمولا در عالم سیاست اینها اختلاف دارن، آره همینطوره اختلاف دارن، این ممکنه داشته باشن، کمان که در رژیم موضوع اختلاف و جدال اصلا امر تازه نیست، همیشه بوده. و همون دو نفری هم که رژیم رو دو سره و سه سره کرده بودن، فشارهایی که به خامنه می آوردن، بهتر بگم اختلالهایی که در سیستم ایجاد می کردن، به گرد مشکلاتی که احمدی نژاد برای خامنه ای ایجاد کرده نمی رسید. ولی موضوع بحث من اینها نیست، بلکه نکته مهم اینجاست که این یکی محصول کار خود خامنه ای بود، و این خود خامنه ای بود که تصریح میکرد که احمدی نژاد رو نزدیکتر از هر کسی به خودش میبینه. اما این گزینه بسیار نزدیک در یک پروسه خودش عملا به رودررویی رسید با ولایت فقیه. اون هم چطور؟ با یک دستگاه مذهبی، بهتر بگم با یک دستگاه دجارگرانه مذهبی، یعنی با سنگر گرفتن پشت امام زمان. اینطوری با اون دعاوی و حرفهای متنتنی که در دفاع از امام زمان معمولا مطرح میکرد، اینطوری خامنه ای رو و اصلا نهاد ولایت فقیه رو سعی میکرد تضعیف کنه و سعی میکنه و تخطئه بکنه. البته این رژیم اصلا از روز اول حقش رو با دجالگری مذهبی برداشتن، برای در مورد خود این رژیم چیز عجیبی نیست. نکته مهم این هستش که حالا یکی در رأس رژیم پیدا شده که این هم خودش با دجالگری مذهبی در افتاده با ولایت فقیه. نمایش های ملی گرایانه، نمیدونم این بازی های بلاحتباری که با نام کوروش و این دو چیزا که در این سال ها داشتن با کارگردانی همین دستیار احمدی نژاد، اینها هم که هر کدومش دقیقا هدف سیاسیش باز هم تضعیف ولایت فقیه و مقابله با دستگاه آخوندی بوده. میبینید که در این سالهای اخیر، در این دو سه ساله به خصوص، از روزی که احمدی نژاد تمرد کرده تا به حال، حتی به ندرت حاضر میشه که اسم خامنه‌ای رو به عنوان ولی فقیه بیاره. توی حرفاش، توی سخنرانیاش، به طرز افراطی از جایگاه ولایت فقیهی خمینی تمجید میکنه، ولی در مورد خامنه‌ای حد اکثر با استفاده از اینکه خب رهبری عزیزمون، یعنی کسی که خب یک مقام مافوقه و باید احترامش رو به جا آورد، همین، نه اینکه یک جایگاه ایدئولوژیکی براش قائل باشه. بنابراین اهمیت قضیه این هستش و به این دلیل متمایز میشه با اختلاف‌های معمول سیاسی که در هر دولتی یا در هر رژیمی ممکنه باشه، و حتی متمایز میشه با اختلاف‌ها و جدال‌ها، ولو اختلاف‌ها و جدال‌های بسیار شدید سابق در رأس رژیم، مثلا بین خامنه‌ای و رفسنجانی یا هر کس دیگه‌ای. در اینجا کسی که خود خامنه‌ای آورده اینطوری استحاله شده و شده منکر و انکار کننده خود ولایت فقیه. از این نظر باید براش اهمیت قائل بشیم. بله.
این در رابطه با احمدی نژاد و سهم خواهی هاش و نمایش هایی که بازی میکنه برای اون، این خیلی روشنه. ولی به هر حال الان هم که در آستانه انتخابات، الان اسم از لنکرانی و پاسدارایی مثل لنکرانی و باقری و جلیلی و اینا هستش که خب اینها هم همین نقش رو ایفا میکنن. از روی که خود ولی فقیه نقش اصلی رو داره، هر چقدر اینا به انحراف کشیده بشن، بله، خب در بالای دستگاه اینا ترمیم میشن. بله، در این رابطه میخواستم. بله، متوجه هستم شما رو چه چیزی دست میدارین. این درسته، ممکنه یه نفر دیگر رو به جای احمدی نژاد بیارن. بله، از خیلی این بازجوها و تروریست ها و نمیدونم تیر خلاصن ها، خب یکی رو به جای احمدی نژاد آوردن، این کار چندان مهمی نیست. لابد که یک مدرک دکترا هم براش در یک زمانی جور کردن و این هم یک رسم رایج شده توی این رژیم. بالاخره یکی پیدا میشه که جایگزینش بکنن، ولی کانون مشکل و بنبست اینجا نیست. مشکل این نیست که جایگزینی مثل این نمیتونن پیدا کنن، بلکه این هستش که ما میگیم مشکل عبارت هست از اینکه گماشته ولی فقیه تبدیل شده به سرجریان انحرافی. خود این تولیدی که دستگاه ولایت فقیه کرده و از توش احمدی نژاد در اومده، اهمیت قضیه در همین یک جمله است. یعنی اینکه پس دستگاه ولایت فقیه به ته خط رسیده که بهترین محصولش در بهترین زمان ممکن، در زمانی که عالی ترین فرصت ها رو داشت، دست آخر احمدی نژاد در اومد. و ما از اینجا هستش که پوسیدگی و پوک شدن رژیم رو نتیجه میگیریم. این توضیحی که شما میدید، یعنی مشخصا روی نقش احمدی نژاد دارید تاکید میکنید، یعنی فرض کنید برای این فرد مشخص نقشی رو در نظر گرفتن که حالا نافرمانی کرده. بله، یعنی این بنبست رژیم آیا تو همین خلاصه میشه؟ خیر، من عرض کردم خلاصه نمیشه در یک شخص. مثلا موضوع فرد احمدی نژاد نیست، موضوع بنبست هاییست، درماندگی هاییست، مشکلات عمیق و مزمن ناشی از فاز پایانی رژیم که ماحصلش احمدی نژاده. بله، یعنی این به خاطر خودش نیست که مشکل ایجاد کرده. ما از این نظر احمدی نژاد رو بررسی نمی کنیم، بلکه داریم به عنوان نماد به بنبست رسیدن رژیم این تجربه رو داریم بررسی می کنیم. بله، یعنی اینکه رژیم به ته خط رسیده که رئیس جمهوری کسی مثل احمدی نژاد، گماشته مثل احمدی نژاد هم به اینجا میرسه. این امر مهمی است. میخوایم متمرکز بشیم روی مجموعه شرایط، مجموعه بحران ها، مجموعه گرفتاری هایی که رژیم رتفقی در پایان کار خودش دوچارش شده و نمودش احمدی نژاده. منظور من این هست. درسته، این بنبست هایی که ما میگیم نمودش احمدی نژاده. بله، این رو میتونید توضیح بدید؟ بله، ما هستن. بله حتما، این رو هم خوب اضافه کنم به توضیحات سوال قبلیتون که همین احمدی نژاد هم خب دیدیم در دوره اولش، در دوره 4 ساله اول مثل موم توی دست خامنه ای بود. از کی سر بلند کرد؟ از وقتی که قیام ها واقع شد، قیام های 88 و 89. در فردای قیام 25 بهمن، فردا که میگم یعنی 25 بهمن قیام اتفاق افتاد، در آخر فروردین احمدی نژاد سهم خواهی خودش رو شروع کرد. پس رژیم رتفقی ضرباتی رو از جامعه خورده، فشارهایی رو از درون و بیرون خودش بهش وارد شده، برایندش شده این جریان انحرافی. اما در مورد اینکه این بنبست ها و این گرفتاری های مزمن چی هست، به نظرم خیلی روشنه. یکی این که در این دوره 8 ساله رژیم ولایت فقیه تلاش کرد که یک لایه پشتیبانی، یک حمایت اجتماعی برای خودش جور بکنه. چرا؟ چون ابتدا گفتم اصلا روی کار آوردن احمدی نژاد این
مظهر یک خطی بود، یک استراتژی بود برای اینکه رژیم رو حفظ بکنه. بنابراین در این 8 ساله سیاست‌های به کارگردانی خود احمدی نژاد به اجرا گذاشتند برای اینکه یک گارد دفاعی دور و بر رژیم تشکیل بدن. حالا من مواردش رو میگم. یکی اینکه یک لایه پشتیبان خواستند ایجاد کنند، در این زمینه شکست خوردند. دیگر اینکه خامنه یک پروژه اصولگرایی رو سرهم بندی کرد که پاسخ مسائل رژیم باشه بعد از اینکه خاتمی‌چی ها رو بیرون انداخته بود. الان می‌بینیم که این پروژه هم چطور دچار انواع شقه ها و شکاف ها شده و این هم شکست خورده. می‌خواستند یک تغییرات بزرگی رو در اقتصاد ایران ایجاد بکنند که بتونن از این طریق با فشارهای بین المللی مشخصا با تحریم ها مقابله کنن، که میبینیم چطور تمامیت رژیم در این زمینه دچار مشکل شده و با سر زمین خوردن واقعا با سقوط اقتصاد ایران. میخواستن جلوی قیام ها رو سد بکنن که دیدیم قیام های 88 و 89 اون آرایش سیاسی و نظامی که رژیم در این زمینه تدارک دیده بود رو در اونجا به هم تونستن به هم بزنن. عرض شود که خامنه‌ای در صدد بود که بحران کمبود نیرو که سپاه پاسداران باهاش مواجه هست سعی کرد این بحران رو برطرف بکنه، در این زمینه هم کاری از پیش نبرد و الان یکی از مشکلات جدی رژیم رتفقی این هستش که نیروی جنگنده چندانی نداره و بالاخره خامنه‌ای میخواست که به بمب اتمی دست پیدا بکنه. این یکی از اجزای بسیار بسیار مهم این استراتژی بود. میخواستن به بمب اتمی دست پیدا کنن ولی در 8 سال گذشته نتونستن. خب چرا لازمه این بنبست‌ها رو، این گرفتاری‌ها رو که من الان در 6 زمینه توضیح دادم چرا لازمه مرور بکنیم؟ به دلیل اینکه من میخوام توجه بینندگان عزیز رو به این حقیقت جلب بکنم که شما هم 2-3 بار از وجوه مختلف سوال کردین که بحران کنونی رژیم منحصر به جنگ قدرت سران رژیم نیست، منحصر به مشکلاتی که الان در آستانه انتخابات داره نیست، منحصر به نمیدونم فشارهای اقتصادی از قبیل تحریم‌های بین‌المللی نیست، بلکه موضوع عبارت است از فاز پایانی رژیم و آنچه که ما میبینیم نمودهای این بحران عمیق و بزرگه. دقیقا اینطور که شما توضیح دادید و این 6 زمینه رو برشمردید، اینا خب هر کدومش واقعا میشه سرش بحث کرد که بتونه ابعاد قضیه رو بیشتر روشن بکنه و همینطور که ببینیم برای رژیم راهی باقی گذاشته یا نه، که انشالله اینا رو در برنامه‌های آتی بهش خواهیم پرداخت. انشالله. از شما تشکر میکنم، همینطور از بینندگان عزیز که به این گفتگو توجه نشان دادن و منتظر نظرات و سوالهای شما در خصوص موضوع این برنامه هستیم. خدا نگهدار شما.